سلام به همراهان همیشگی عصر بازی، این بار با یه ویدیو با چاشنی غم در خدمتتون هستیم. پس با ادامه این ویدیو عصر بازی همراه باشید. پیشرفت روز به روز صنعت گیم باعث شده که حالا حتی شاهد خط و نشون کشیدن این صنعت برای هنر فیلم و سینما هم باشیم. برای همه ما پیش اومده که با تجربه یک بازی احساساتمون نشونه گرفته بشه، گریه کنیم، بخندیم و خلاصه انس بگیریم با بازی. برای همین و شاید برای اعاده حیثیت صنعت گیم برابر سینما، میخوایم 4 مرگ شخصیت‌های بازی‌ها رو براتون معرفی کنیم. قبل از هر چیزی بگیم که این ویدیو جون میده واسه اسپویل کردن، خلاصه که مراقب باشید. شماره اول، مرگ جوکر در بتمن آرخام سیتی. احتمالاً از خودتون میپرسیم که چی؟ جوکر؟ اینکه هر چی میخواست سر بتمن و مردم رو بیچاره آورد. حق با شماست، اما از حق نگذرین، داستان پردازی فوق‌العاده این بازی و عمق بخشیدن به شخصیت جوکر باعث شد که مرگ این شخصیت کمی روحمون رو تحت تاثیر قرار بده. در پایان این بازی میبینیم جوکر که بدنش سمی شده برای نجات جونش نیاز به دارویی داره که دست بتمنه، اما دست آخر این دارو از دست بتمن میفته و جوکر هم با مرگش دنیای بتمن رو ترک میکنه. شماره دوم، مرگ جوئل در بازی لساواس 2. بدون هیچ شکی سری بازی های لساواس رو باید جزء عناوین برتر تاریخ صنعت گیم محسوب کنیم. بجستگی که بخش عظیم اون به خاطر داستان پرکش و غص و شخصیت پردازی معرکه جوئل و الی هستش. در نسخه دوم این بازی جوئل توسط ابی، دختر پزشکی که در نسخه اول برای نجات جون الی اون رو کشته بود، در یک پناهگاه گیر میفته. دست آخر ما انتقام این دختر از جوئل و مرگ این شخصیت با ضربات متعدد چوب گلف رو میبینیم. یکی از تلخ‌ترین سکانس‌های تاریخ دنیای بازی. شماره سوم، مرگ جان مارسون در بازی ردد ردمشن. عنوان ردد رو باید از اون دست شاهکارهای شرکت راشستارز بدونیم که نظیرش در دنیای گیم کم پیدا میشه. شاهکاری که به خاطر شخصیت پردازی پر عمق این بازی خیلی برجسته تر میشه. توی این بازی جان مارسون که تصمیم به رستگاری گرفته بود، توسط یکی از ماموران دولتی یعنی ادگار راس در اطراف خونش محاصره میشه. علی‌رغم تلاش زیاد جان برای نجات جونش، ارتش ادگار راس با ضرب چندین گلوله شخصیت اصلی این بازی رو از پا در میاره. شماره 4، مرگ روچ و گوست در بازی کال اف دیوتی مودرن وارفار 2. میرسیم به مرگی با چاشنی خیانت. سری بازی های مودرن وارفار یکی از محبوب ترین بازی ها به خصوص در کشورمون هستش. در نسخه دوم این سری ما شاهد یک خیانت بزرگ و یک مرگ بخت‌آور است، جایی که جنرال شفر دو شخصیت روچ و گوست رو میکشه و جسدشون رو هم به عنوان میخ آخر به روح گیمرها میسوزه. گرچه مدت زیادی از زمان انتشار این بازی میگذره، اما چنین مرگی شاید به عنوان نماد سری بازی های کال آف دیوتی قلم داد بشه. دوستای عزیز، اگه این پست ما رو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید، نظر خودتون رو کامنت کنید و فراموش نکنید که صفحه ما رو در اینستاگرام حتما فالو کنید.